بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات قبل عرض کردیم دین همون دین ابراهیمی است. ادیان غیر ابراهیمی مانند بودایی و هندو و امثال اینها که در شجره ابراهیمی نیست، اینها دین نیستند. اینها نوعی ریاضت و شیوه زندگی هستند. یک انسانی پیشنهاد کرده، بقیه هم تبعیت کردن. دین فقط یکیست. ان الدین عند الله الاسلام. دین پیش خدا همون اسلامه. دین آدم اسلام بود، دین شیث اسلام بود، دین نوح اسلام بود، دین موسی و عیسی اسلام بود، دین اسلام پیغمبر اسلام هم اسلامه. اصلا دین غیر اسلامی نداریم. دین یهود دین اسلام موسی علیه السلام، دین مسیحی دین اسلام حضرت عیسی علیه السلام. تمام ادیان از اول تا آخر دین ادیان نیست. این که بین مردم میگن ادیان ادیان، قرآن قبول نکرده. در قرآن ادیان، واژه ادیان نیست. ادیان است و انوار است و ارزین است، اینها در قرآن نیست. ارواح نیست، روح نه ارواح، دین نه ادیان، ارز نه ارزین. ببینید این 4 تا واژه است دیگه. این 4 تا واژه در قرآن خداوند جمعش رو قبول نکرده، لذا یک دین بیشتر نیست. منتها مرحله اول اسلام جمعیت کم بود، حضرت آدم هم احکامش کم بود. مرحله دوم تکامل پیدا کرد بشر و اسلام و حضرت ادریس هم یک ذره عملا بیشتر بود، احکامش بیشتر بود. دوره رسید به حضرت نوح، جمعیت زیاد شد، اختلافات زیاد شد، احکام زیادی نازل شد. به همین ترتیب حضرت ابراهیم بیشتر، حضرت اسحاق بیشتر از اون، حضرت یعقوب بیشتر از اون، حضرت موسی بیشتر از همه اونها، تا برسه به حضرت پیغمبر اسلام. جامع همه ادیان هم دین اسلامه. و این جمله را توجه کنید، اسلام ناسخ ادیان قبل نیست. این از اشتباهات بسیار خطرناکه. در کتاب ها می نویسند، در تفاسیر می نویسند، بالای منبر میگن، در جزوه ها می نویسند، در پایان نامه ها می نویسند. این جمله باید برداشته بشه. دین اسلام ناسخ ادیان قبل نیست. دین اسلام اکمال کننده ادیانه. ادیان قبلی، دین حضرت موسی و عیسی، همه اشیا را معرفی نکرده بود، همه احکام را نیاورده بود، همه حوادث را معرفی نکرده بود. اسلام جامعش را آورد. اون چی که اونها نگفتند را گفت، نه اینکه اونها هرچی گفته بودند را باطل کرد. به همین دلیل یکی از مظلومیت‌های اسلام اینه، ما محافظ دین حضرت موسی هستیم در اندرون قرآن، ما محافظ دین عیسی هستیم نه مقابل اونها. پیغمبر اسلام ظهور نکرد، مبعوث نشد که با اونها بجنگه، مبعوث شده بود حراست کنه از دستاورد اونها. این مباحثی بود قبلا گفتیم، اما الان نکته عرض میکنیم. عرض کردیم در جلسات قبل آقایان یهودی ها، آقایان مسیحی ها طبق تعلیم انبیای خودشان موظف بودند، نه به خاطر اینکه اسلام گفته موظف بودند، به خاطر تعلیم انبیای خودشان موظف بودند بعد از بعثت پیغمبر، به محض ظهور پیغمبر، از پیغمبر اسلام حمایت کنند. عرض کردیم در جلسات قبل حمایت نکردند که هیچ، جنگ راه انداختن، به این هم اکتفا نکردن. رفتن کیا؟ یهودی ها. در زمان عمر متن تورات را بررسی میکردن، آیه می آوردن، به دروغ آیه های خود را حجت قرار میدادن به عمر، میگفتن شما طبق این آیه وظیفت اینه، طبق آیه تورات وظیفت اینه. ابن ابی الحدید نوشته، اگرچه ایشون آدرس ننوشته، من آدرس میدم. ابن ابی الحدید عالم بزرگ اهل سنت کتاب بسیار بسیار غنی نوشته، این عالم سنی از کتاب‌های فوق العاده غنی عالم اسلامه. چه شیعه چه سنی به عظمت علمی او اعتراف دارند و داریم. ایشون در جلد 12 صفحه 81 چاپ مطبعه نجفی که من دارم نوشته یک یهودی، جلد 12 صفحه 81، یک یهودی آمد به عمر گفت تو که مجروح شدی میخواهی چیکار کنی؟ به قول معروف ترور شدی. گفت که من از شما یهودی‌ها میخواهم به من بگید قدرت را بعد از خودم به چه کسی بدم. یهودی گفت طبق کتاب آسمانی ما قدرت را بده به خاندانی که با پیغمبر اسلام جنگیدن، یعنی عثمان، چون عثمان از بنی امیه بود، بنی امیه همون خاندان ابو سفیان بود که با پیغمبر جنگیده بودن و شکست خورده بودن. عمر هم طبق نظر یهودیان مطابق تورات عمل کرد و قدرت را داد به عثمان. در همان صفحه 81 که جلد 12 شرح ابن ابی الحدید همین آقای سنی ابن ابی الحدید نوشته عمر هم گفت من هم تصدیق میکنم، چون خودم از رسول خدا شنیدم فرمود بعد از من میمونها روی پله های منبر من جست و خیز خواهند داشت. کی بوده عمر؟ عمر گفت که همون بنی امیه و بنی مروان. با وجود اینکه قبول داشت پیغمبر اینها را میمون خوانده، حیوان حساب کرده، با وجود اینکه خود عمر اعتراف داره اونجا شجره ملعونم مستاقش همین خانواده های بنی امیه و بنی مروانه، ولی قدرت را داد به عثمان به دلیل اینکه یک یهودی به عمر گفته در تورات قدرت را بده به خاندان دشمن رسول خدا بنی امیه. اهل سنت نوشتن، نه من شیعه. باز همان کتاب نوشته عمر مجروح شده بود، 2 روز قبل از فوتش به یهودی گفت که آقا قدرت را به علی ابن ابی طالب بدهم چه اشکال داره؟ گفت طبق تورات نباید قدرت را به علی ابن ابی طالب بدهید. به عمر هم نداد. بنده حقیر مدتها فکر میکنم 4 سالی یا 3 سال خورده طول کشید دنبال این بودم کجای توراته. رفتم دیدم آقای یهودی درست گفته، تواریخ ایام 1 باب 22 آیه 6 تا 10. بله آیه اینه، خدا به، البته این تعبیر غلط ها، این تحریف شده است، ما قبول نداریم این که نقل میکنیم واقعا در عهد عتیق درسته، اونم ساختگیه، ولی اینه. در اونجا تواریخ ایام 1 باب 22 از آیه 6 تا 10 اونجا خدا به داوود میگه تو بیت المقدس را بنا نکن. خدایا چرا من بنا نکنم؟ چون تو آدم زیاد کشتی، زیاد آدم کشتی. گفت خدایا به دستور تو کشتم. گفت باشه. خدا گفت باشه، ولی آدم کشی چیز خوبی نیست، بده فرزندت حضرت سلیمان بعد از تو اونجا را بنا کند. یهودی این آیه را سند قرار داد برای عمر، گفت علی هم چون مثل داوود آدم زیاد کشته در جنگ ها لذا ایشون شایستگی خلافت را ندارد. پس میبینید خلیفه دوم طبق نوشته اهل سنت در جلد 12 شرح ابن ابی الحدید صفحه 81 کتاب عهد عتیق تورات اعم را تواریخ ایام 1 باب 22 آیه 6 را دلیل آورده برای عمر. پس معلومه عمر را آقایان یهودیان وابسته تورات کرده بودند. او طبق منطق رسول خدا عمل نمی کرده. رسول خدا فرموده بود من کنت مولا فهذا علی مولا، رسول خدا علی بن ابی طالب را معرفی کرد، تورات سند شد برای عمر که قدرت را به علی ندهد. پس خلیفه دوم تحت تأثیر و یا تحت تعلیم یهودیان بوده. پس این هم یکی از خیانت‌های دیگر اهل کتاب به پیغمبر اسلام. لذا پیغمبر اسلام را متهم نکنن اهل شمشیر بوده، اهل جنگ بوده. تمام آنچه که من خوندم، ولدورانت و دیگران نوشتن، اینها همه ساختگی است. خوشم آمد با وجود که ما قبول نداریم. رئیس جمهوری اسبق آمریکا ریچارد نیکسون کتابی داره به نام فرصت را دریابیم، نوشته ما غربی ها اسلام را نمیشناسیم، حداقل غربی ها برن بخوانن. نیکسون نوشته اینو در کتاب فرصت را دریابیم. غربی ها برن ببینن اسلام که آمد ابن هیثم ها را تربیت کرد، عالم بود، بو علی ها را تربیت کرد، بو علی سینا، ابو ریحان تربیت کرد، فارابی تربیت کرد، رازی تربیت کرد. درستم هست. اسلام قلم آورد، نون و القلم. اسلام شمشیر نیاورده بود. همه افترا بر علیه اسلامه. اسلام پیام صلح و محبت و سلام، همانطور که همه ادیان ابراهیمی این چنینن. ولا حول ولا قوة الا بالله.